شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان و یکی از وزیران اصلاح طلب در حکومت کنونی روز 22 نوامبر به سن 50 رسید. شیرعلی کبیر یکی از اعضای جوانترین حکومت کنونی و مثل وزیر انرژیتیک دلیر جمعه از عمره منیجر هایست که از عرصه تجارت به کار حکومت جلب کرده شدند. برداشت ها در باره سابقه شیرعلی کبیر در جامعه یکسان نیست. گروهی از او به عنوان یک منیجر موفق تفسیر میکنند و به ویژه به آبادکاری های او در زادگاهش نویه درواز را مثال میارند. گروه دیگر شیرعلی کبیر را به آن عیبدار میکنند که تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان را درست رهبری کردن نتوانست و در نتیجه تولید محصولات و سطح درآمد در این کارخانه پایین رفت. ولی هم طرفداران و هم مخالفان اعتراف میکنند که شیرعلی کبیر در حکومت امروزه با چسب و تلاش خود به اصلاح وضع فرق میکند. عامل دیگری که حضور او را برجسته میکند نفوذ و تاثیر است که شیرعلی کبیر به نخبگان رده اول دایره های سیاسی تاجیکستان از جمله به رئیس جمهور و خانواده او دارد. زادروز مبارک جناب وزیر. شیرعلی کبیر 22 نوامبر سال 1971 در دهه قلعه خم مرکز نویه درواز به دنیا آمده است. ملتش تاجیک، تحصیلاتش عالی. سال 1992 دانشکده سودا سویت کپراتیوی شهر نوسیبیرسک فدراسیه روسیه را با اختصاص اقتصادی منیجر و سال 1994 دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان را با اختصاص اقتصادی ختم کرده است. دکتر علم های اقتصادی می باشد. به زبان های روسی و انگلیسی بلد است. فعالیت کاریش را سال 1993 همچون معاون دیرکتور شرکت سیستم در نزد زبان سپس افتماتیک شهر دوشنبه آغاز نموده، من بعد تا سال 2005 در منصب های نایب پریزیدنت اوید به تجارت شرکت تنس متخصص درجه یک سردار شعبه روابط بین دولتی کمیته دولتی قرارداد و سودا سردار ریاست سودای بیرجوی بیرجای اونورسالی مول و اشیاء تاجیکستان سردار ریاست شرکت اوریون بانک و معاون رئیس شرکت اوریون بانک کار کرده است. سالهای 2005-2015 معاون یکم مدیر شرکت الومینی تاجیکستان تالکو و سالهای 2015-2020 رئیس شورای مدیران این بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بود. سال 2012 با اردن شرف درجه یک سرفراز گردانیده شده است. با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان از 3 نوامبر سال 2020 وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اویلادور صاحب 5 فرزند.